آخرین آماری که از پشت تریبون اینجا اعلام شد 22 کشته آمریکایی و 17 آمریکایی ناپدید شدند. البته جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید که عملاً به عنوان سخنگو فعالیت داره گفت این تعداد تغییر میکنه با هر روزی که از روز حمله بیشتر جلوتر میریم. احتمال هستش که تعداد مفقودینی که 17 نفر اعلام کردن کمتر بشه و یا بیشتر بشه و تعداد کشته ها احتمالاً به طرف بیشتر شدن خواهد رفت، اینجوری که جان کربی گفتش. و اما دو سه سوالی که در رابطه با نقش ایران از جان کربی پرسیده شد، یکی از سوالها در این مورد بودش که خب با توجه به اینکه حالا نقش مستقیم جمهوری اسلامی هنوز برای آمریکا مسجل و مؤکد نشده، با توجه به نقش های قبلی که جمهوری اسلامی در حمایت از حماس داشته، تا کنون هیچ نوع اقدام تنبیهی از سوی آمریکا رخ نداده که با واکنش آقای جان کربی مواجه شد و فهرستی از تحریم هایی که البته خیلی خلاصه جمهوری اسلامی تحریم شده و همچنین حماس رو ارائه کرد و واکنش هایی که آمریکا چه تو چند ماه گذشته نشون داده تو یک سال گذشته رو ارائه کرد. They've been supporting Hamas and Hezbollah and other terrorist networks. آنها سالهاست که از حماس و حزب الله و سایر شبکه‌های تروریستی حمایت می‌کنند. حماس یکی از شبکه‌های تروریستی تحت بیشترین تحریم روی کره زمین است. عمدتاً به دلیل کاری است که ما اینجا در ایالات متحده برای هدف قرار دادن آنها انجام دادیم. و در مورد ایران باید بگویم از ابتدای این دولت ما بیش از 400 شخص و نهاد را با بیش از 40 نوع مورد تحریم قرار دادیم و صرفاً 30 نهاد و فرد را در سال جاری تحریم کردیم. ما حضور نظامی خود را در منطقه خلیج فارس به دلیل حملات آنها به کشتی‌های تجاری افزایش دادیم. ما تحریم‌های بیشتری را به دلیل حمایت آنها از روسیه و این واقعیت که آنها همچنان در حال ارائه هواپیماهای بدون سرنشین و فناوری آن به آقای پوتین هستند اضافه کردیم. و اکنون ما توانایی نظامی خود را افزایش دادیم. ما از منظر دریایی در مدیترانه نیروهایمان را افزایش دادیم. بنابراین هیچ کس چشم بر رفتار بی‌ثبات کننده ایران نبسته است. ما آشکارا می‌دانیم که ایرانی‌ها در اینجا به دلیل حمایت طولانی مدت از حماس همدستی گسترده‌ای دارند. اگر حمایت رژیم ایران نبود، حماس اصلاً نمی‌توانست فعالیت کند. اما ما هیچ مدرک خاصی ندیده‌ایم که به ما بگوید آنها آگاهانه در برنامه‌ریزی یا درگیر در تأمین منابع و آموزش‌هایی بودند که در این مجموعه بسیار پیچیده از حملات که در آخر هفته انجام شد نقش داشتند. خب اینم باید اضافه کنم که هم جان کربی هم روز گذشته جک سالیوان رئیس مستقیم آقای کربی گفتن که بررسی ها در رابطه با پیدا کردن اون حلقه مفقوده در رابطه با این حمله اخیر رو همچنان به طور گسترده دار و به طور عمقی دارن ادامه میدن و همکاری نزدیک و تنگاتنگ با مقامات اسرائیلی دارن برای یافتن نقش دقیق جمهوری اسلامی در این حملات.